اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. توفیق شد برای بنده حقیر دو شبی رو در این سلسله نشست‌های اعتقادی محضر شما برادران، خواهران، متدینین شهر کرد باشم. موضوع زیبایی که نخستین بار مقام معظم رهبری در سال 91 در خراسان شمالی مطرح کردند، یعنی بحث سبک زندگی، امسال محور این جلسه قرار گرفته. بسیار بحث مهمی هم هست، چون ما هممون باید سبک زندگی رو بلد باشیم. الان اون سوالاتی که رهبری مطرح کرد در اون سفر خیلی سوالات مهمی بود. 20 سوال از میان صدها سوال. واقعا الان تفریحات ما اسلامیه، ازدواجای ما اسلامیه، زندگی‌های ما، معماری‌های ما، ساختمان‌سازی‌های ما، عرض می‌کنم که حجاب ما، رفتار ما، قوانین اجتماعی، بازار ما، بانک ما، سبک زندگی یعنی این دیگه. یعنی این که شیوه و روش زندگی دینی، سبک زندگی از علوم اجتماعیه. یعنی ما تو جامعه چجوری با هم تعامل کنیم، کاسب با مشتری سبک برخوردش چی باشه، معلم با شاگرد، همسر زن با شوهر، شوهر با زن، پدر با فرزند، تمام اینا باید دینی بشه. واقعا قوانین ما، ببینید غربی ها میگن سبک زندگی غربی، تو غرب سبک زندگی تعریفی دارد، اونا بیهجابی براشون تعریف شده است، سبک زندگیشون بیهجابی، اونا اختلاط زن و مرد براشون تعریف شده است، سبک زندگیشونه. ما باید ببینیم سبک زندگی اسلامی چیه. موضوعی که تو این سخنرانی ها اعلام شده بود، این موضوعی که برای من نوشته بودن، من دیدم این موضوع خیلی کلیدیه، رابطه تعلیم و تربیت و سبک زندگی. یعنی چی؟ یعنی ما تا تعلیم و تربیتمون درست نشه سبک زندگیمون درست نمیشه. لذا قرآن هم میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب. پیغمبر تربیت کن، تعلیم بهشون بده قرآنو، او وقت سبک زندگیشون بشه بر اساس تعلیم و تربیت، بر اساس قرآن. مهمترین بحث اینجا همینه، کلیدی ترین بحث اینه که ما ببینیم چه اصولی تو اسلام برای تربیت، اون اصول رو اگر شناختیم بر اساسش زندگیامون رو تنظیم کنیم. بلذا من به نظرم میرسه قبل از این که بیایم رو سبک زندگی بحث کنیم، بیایم رو اصول تربیت بحث کنیم، ببینیم اصولی که تو اسلام برای تربیت چیه. بذارید من سه تا آیه رو فقط بهتون آدرس بدم، به قول بعضی عزیزان کد بدم. ببینید قرآن کریم چه زن و مرد، چه افرادی رو با چه صفاتی پیشنهاد میکنه. خوب دقت کنید این سه تا آدرسی که میدم، ببینید. یکی سوره تحریم آیه پنجم، خدا وقتی میخواد خانوما رو ازشون تعریف کنه، خانوما خوب گوش بدید، میفرماید پیغمبر زنی که آدم انتخاب میکنه، همسری که آدم تو زندگیش میاره، باید 6 تا ویژگی داشته باشه. این آیه قرآنه، سوره تحریم آیه 5، قابل توجه اونایی که میخوان ازدواج کنن و قابل توجه اونایی که ازدواج کردن. اسلام از ببین ما بحثمون رو سبک زندگی دیگه، اول باید اینو درستش کنیم، ببینیم من به عنوان یک مرد، خانوما تو جامعه به عنوان یک زن
چه ویژگی هایی باید داشته باشه که زندگیشو بر اساس اون ویژگی ها ببنده. آیه اینه: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات. خانوما در صورتی تو یک زندگی موفقن که این شش تا ویژگی رو داشته باشن: اول اسلام، دوم ایمان، اعتقاد، سوم قانتات، اطاعت، پذیرش، تائبات، اهل توبه، اهل در واقع عذرخواهی از گناه، عابدات، بنده. اگه بنده خدا بود مطیع شوهرشه، اگه بنده خدا بود اسراف نمیکنه، وسواس به خرج نمیده، اگه بنده خدا بود تو خونه بد اخلاق نیست، صائحات، اهل سیاحت که اینجا معنا کردن یعنی سیر در امور دینی، سیر در عالم برای عبرت گرفتن. این یک مثال، من روی این آیه نمیخوام بحث کنم، فقط کد میخوام بدم. آیه پنجم سوره تحریم صفات خانوما، آقایون آیه 17 سوره آل عمران، آقایون چه ویژگی باید داشته باشن؟ 5 تا ویژگی: از صابرین، بردبار، از صادقین، راستگو، القانتین، قانتین اونجا اومده بود اینجا اومده، حرف پذیر، اهل کرنش، اهل منطق، والمنفقین، اهل رسیدگی. برای خانوما نگفته بود منفقین، اما اینجا میگه انفاق، رسیدگی، والمستغفرین بالاسحار، کسایی که تو دل شب پا میشن استغفار میکنن، با خدا درد و دل میکنن. من خواهشم اینه این سه تا آیه رو گوش بدید، بعدم بنویسید تو زندگیتون تابلو کنید. 1 سوره تحریم آیه 5 ویژگی های خانوما، 2 سوره آل عمران آیه 17 ویژگی آقایون. آیه 3 بذارید زن و مرد رو کنار هم بگم، که به قول یکی از علما که کتابی نوشته به نام جاذبه قرآن، ایشون در اون کتاب میگه این آیه که حالا آیهشو میخونم، در ژاپن دو تا خانم بودایی که مسلمون که نه، اصلا بودایی بودن، مذهب در واقع الهی نداشتن، با یک فرد ایرانی، با یک مهندس ایرانی آشنا شدن. این مهندس تو محیط کار اینها بود، با اینا رفت و آمد داشتن. این دو تا خانم ژاپنی با این مهندس ایرانی بحثای دینی میکردن. یه روز به این آقا گفتن میشه یه آیه از قرآنتون برای ما بگید راجع به زن و مرد، راجع به جایگاهشون، چون ما شنیدیم قرآن مرد سالاره، شبهه‌ای که خیلی ها مطرح میکنن قرآن بیشتر به مردها رسیده، آیا میشه یه آیهی برای ما نقل کنید؟ همین آیه رو این مهندس ژاپنی ایرانی میگه برای این دوتا خانم خوندم و فکر اینا رو درگیر کردم تو این آیه، آیه 35 سوره احزاب. یه قدری رو این آیه فکر کردن، بعد از مدتی هر دوشون اومدن مسلمان شدن، گفتن این آیه در مسائل ارزشی چیزی باقی نگذاشته، هر چی مسائل ارزشی است هم برای خانوما هم برای آقایون آورده. حیف که وقت نیست من این آیه رو بحث کنم، ولی آیه رو ببینید، سوره احزاب آیه عرض میکنم 35، 10 تا ویژگی برای زن و مرد گفته. اون آیه اولی که گفتم مال خانوما، آیه دومی گفتم برای آقایون، اما این آیه ببینید: ان المسلمین والمسلمات، زن مسلمان، مرد مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات، مرد مؤمن، زن مؤمن، والقانتین والقانتات، باز قنوت اینجا برای هر دو اومده، زن مطیع، زن اهل پذیرش، مرد اهل پذیرش، و صادقین و صادقات، مرد راستگو، زن راستگو، و صابرین و صابرات. بابا اینا اصول تربیت به خدا،
اینا سبک زندگیه. حالا میگم اینا رو، اینا سبک زندگیه. خانم مسلمان، آقای مسلمان، باورت، صبرت، صداقتت، پذیرشت و صابرین و الخاشعین و الخاشعات، مردی که خشوع داره، مردی که تواضع داره، زنی که تواضع داره، و المتصدقین و المتصدقات، مردی که به فقرا کمک میکنه، زنی که کمک میکنه، و صائمین و صائمات، زن و مردی که مقید به روزند، و الحافظین فروجهم و الحافظات، و مردی که قوای جنسیشو کنترل میکنه، بی بند و بار نیست، زن باره نیست، زنی که با شوهر زندگی میکنه نگاهش دنبال نامحرم نیست، قوای جنسیشو کنترل میکنه، و ذاکرین الله کثیرا. و چقدر این ستا آیه ای که خوندم مهمه. همه ی حرفا رو تو همین ستا جمع کنیم. سوره ها آدرسش هم دادم. آیان عزیز، خواهران گرامی، بحث امشب ما اینه اصول تربیتی تو سبک زندگی چیه؟ ما چه اصولی رو باید رعایت کنیم که سبکای زندگیمون درست بشه؟ اینا شاید 50-60 تا اصله، ولی من دو سه تاشو امشب براتون میگم، دو سه تاشو هم فردا شب میگم، 5 تا 6 تاشو لااقل گفته باشه. سوال: اصول حاکم بر سبک زندگی اسلامی چیه؟ خیلی زیاده، همین آیاتی که خوندم اصول توش بود، اما دو سه تاشو امشب میگم. 1. اصل صداقت. زن و مرد، پدر و پسر، دوست و دوست، تو زندگیشون باید صداقت باشه. امروز جامعه ما از دروغ لطمه میخوره. دروغ تو مسائل سیاسی، دروغ تو بازار، دروغ تو روابط زن و مرد، دروغ توی عرض میکنم ادارات. شما نگاه کنید این آیه رو خیلی بخونید، هر کجا میرید بخونید، تو مسجد میرید بخونید، تو خونه میرید بخونید، وارد شهری میشید بخونید. این آیه آیه ایست که پیغمبر گرامی اسلام وارد مکه که شد خواند. آیه اینه، سوره اسراء آیه 80: رب ادخلنی مدخل صدق. حرمای ائمه که میرید میخونید دیگه، تو بعضی از اذن دخولا هست. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.